کمتر از 24 ساعت دیگر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در ایران برگزار می شود و این انتخابات موضوع دو مقاله روزنامه های وال استریت جورنال و نیویورک تایمز است. وال استریت جورنال در مقاله نوشته آرزو اقبالی و آسا فیچ از تهران با عنوان میان روهای ایران با برجسته کردن توافق هستی در تلاش برای کسب موفقیت در انتخابات هستند به نقل از علی جمالی از رهبران بلوک اصلی اصلاح طلبان می نویسد اولویت اصلاح طلبان در حال حاضر بازگشت صلح و اقلانیت است. والستری جورنال می نویسد حمایت رهبر جمهوری اسلامی از اصولگرایان تونرو در شب انتخابات در حالی صورت می گیرد که کاندیده های حامی دولت روحانی از جمله علی مرعشی از حزب کارگزاران سازندگی توافق از را کلید بهبود زندگی مردم توصیف می کنند. آرزو اقبالی و آسا با اشاره به نرخ مشارکت 64 درصدی در انتخابات دوره قبل مجلس و ناخشنودی مردم از بی‌تأثیر بودن رأیشان در ایجاد تغییرات از اسماعیل کوسری نماینده مجلس و از اعضای پیشین سپاه نقد کرده که ابراز اطمینان کرده است شاهد استیلای اصولگرایان در انتخابات خواهیم بود این روزنامه به نقل از اصلاح طلبان و میان روها می نویسد تونروها در موزه دفاعی قرار دارند نیویورک تایمز در یادداشتی به قلم توماس ارد برینک از تهران با عنوان بررسی حاضرین در انتخابات و تاثیر بالقوه کاندیداها می نویسد ایرانی ها با اینکه کاندیداها دست چین می شوند و رهبر جمهوری اسلامی حرف آخر را می زند و به ویژه مردم تجربه معیوز انتخابات سال ۸۸ را دارند باز هم به انتخابات به عنوان فرصتی برای دادن رأی انتقام نگاه می کنند. ارد برینک میگوید مردم کلیپ ویدیوی سخنان نمایندگانی را که در مجلس علیه توافق هسته حرف زدند با هم به اشتراک میگذارند و میگویند بیایید از دست اینها خلاص شویم همانطور که پیشتر در انتخابات سال 92 این کار را انجام دادند ارد برینگ در توضیح اهمیت انتخابات برای رئیس جمهوری ایران میگوید روحانی به مردم وعده لغو تحریم ها و افزایش آزادی های فردی را داد و امیدوار است با تکیه بر عمل به اولی دومی را هم به انجام برساند ولی در بهترین حالت موفق به کسب به اقلیتی قوی از اصلاح طلبان و میان روها خواهد شد البته این در شرایطی رو خواهد داد که مردم لیبرال مسلک مناطق شهری حضور گسترده ای نشان دهند بسیاری در تهران میگویند هیچ از کاندیداها را نمیشناسند ولی برای محدود کردن قدرت تندروها به لیست اصلاح طلبان رای می دهند نیویورک تایمز میگوید هرچند سیاست خارجی توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شود اما نرخ بالای مشارکت میتواند روحانی را در دنبال کردن گسترش روابط با اروپا و نه آمریکا در برابر فشار تندروها کمک کند بابک راد صدای آمریکا